بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. علامه شیخ علی کورانی که کتاب های ایشان در مهدویت مشهور است و یکی از محققان بزرگ تاریخ ائمه اطهار به شمار می رفت، روز یکشنبه دهم ذی‌القعده درگذشت. این روحانی شیعه اهل لبنان، پژوهشگر تاریخ اسلام و اندیشه های مذاهب اسلام و بنیانگذار شرکت نرم افزاری المعجم الفقهی بود. او بیشتر با کتاب اسرالظهور شناخته می شود که موضوع آن مهدویت در احادیث اسلامی است. شیخ علی کورانی در سال 1944 میلادی در روستای یاتر در نبتیه در جنوب لبنان در خانواده کشاورز به دنیا آمد. او به تشویق علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین به مدرسه دینی رفت و زیر نظر شیخ ابراهیم سلیمان درس‌های مقدماتی را گذراند. در سال 1958 میلادی در 14 سالگی به شهر نجف اشرف رفت و دروس مقدمات و سطح را در نزد محمد تقی فقیه، سید علاء بحرالعلوم، شیخ باقر ایروانی و سید محمد باقر حکیم خان و در درس خارج آیات عظام سید ابوالقاسم خویی و سید محمد باقر صدر شرکت کرد. ساکنان ایالت راخین روز شنبه گفتند که حدود 30 نفر از اقلیت روهینگیا در میانمار در درگیری‌های بین نیروهای حکومت نظامی و شورشیان اقلیت قومی بودایی موسوم به ارتش آراکان کشته شدند. 12 غیر نظامی روهینگیا در حملات هوایی حکومت نظامی که جنگجویان ارتش آراکان را در شهر بوتی دانگ هدف قرار دادند کشته شدند. در همان روز ارتش آراکان مدرسه ای را که تعدادی از مردم روهینگیا در آن پناه گرفته بودند با هواپیماهای بدون سرنشین بمباران کرده و 18 نفر از آنها را کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. این درگیری ها نگرانی جدید را برای جامعه مسلمانان تحت آزار اذیت در این کشور که در میانه این درگیری های شدید گرفتار شدند ایجاد کرده است. منابع محلی در دو استان غور و فاریاب افغانستان میگویند که در پی جاری شدن سیلاب در این استانها دست کم 70 نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر مفقود شدند. به گفته این منابع تنها در استان غور 50 نفر از جمله کودکان و زنان جان باختند. گفته می شود هنوز ده‌ها نفر دیگر در زیر آوارها مفقود هستند و احتمالاً شمار قربانیان در این رویداد طبیعی افزایش یابد. مسئولان محلی طالبان در فاریاب هم از جان باختن دست کم 20 نفر در پی جاری شدن سیلاب های روز جمعه 28 اردیبهشت در این استان خبر دادند. همزمان با این رخداد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از نهادهای بین المللی خواسته تا بودجه بیشتری را برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب ها در این کشور اختصاص دهند.